حافظ گشودم، چه زیباست فال تو، حتما زیبا می شود امسال حال تو. با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل، فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو. عید نوروز رو به تک تک هموطنان عزیزم، به تک تک عزیزانی که این جشن باستانی رو پاس می دارن تبریک عرض می کنم. از پروردگار متعال برای تک تک شما عزیزان سالی پربرکت، سرشار از رزق و روزی حلال، سرشار از تندرستی و سلامتی برای شما عزیزان خواست دارم. امروز بنا به برنامه‌ریزی که داشتیم، می‌خواستیم در رابطه با بمب‌های بالدار و اهمیت اونها در جنگ‌های امروزی صحبت کنیم و طبق روال همیشه ما سعی می‌کنیم یک مثال بزنیم و از اون مثال یک مقدمه خیلی ساده به وجود بیاریم و از اون طریق به مطلب اصلی برسیم. یک نکته رو همین اول کار میگم، برخی از دوستان عزیز در دفعات قبلی کامنت گذاشته بودن و گفته بودن که روش جنگ پژوهی شما مثلا اشاره به یک عزیز خاصه و یا اینکه اصلا این روش جنگ پژوهی نیست. دوستان عزیز، ما در اینجا جنگ پژوهی نمی کنیم. به طور مثال در کلیپی که ما از انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت گذاشته بودیم، راکت اندازهای تورنادوی روس‌ها رو معرفی کردیم و بر اهمیت راکت‌های هدایت شونده تاکید کردیم که در نتیجه اون برخی از مخاطبان عزیز درخواست کردن راجع به راکت‌های هدایت شونده ایران صحبت کنیم که برنامه‌هاشو داریم دونه به دونه خدمتتون تقدیم می‌کنیم و نمونه‌های دیگه که در طی برنامه مشهوده. دوستان عزیز، روش ما این گونه است. گفتم خدمتتون که یک مثال می‌زنیم، حالا از جنگ ها، از تاریخ یا از هر موضوعی، و از دل اون به اهمیت تسلیحات مربوطه میرسیم و یکی از تسلیحات بومی کشورمون رو خدمتتون معرفی میکنیم. مثل امروز، امروز هم همین موضوعه. مدتیه که نیروهای روسی به شدت دارن از بمب‌های بالدار هدایت شونده در انواع مختلف استفاده میکنن. روسا انقدر از کاربرد بمب‌های بالدار راضی هستن که از نمونه‌های سبک وزنی که شروع کردن، یعنی نمونه‌های بمب‌های 250 و 500 کیلویی، امروزه به نمونه‌های بمب‌های 1500 و 3000 کیلویی رسیدن و این بمب‌ها هم دارن تحت بمب‌های بالدار و هدایت شونده تولید میکنن. روس ها با استفاده از این بمب ها و کاربرد اونها تونستن دو موفقیت بزرگ به دست بیارن. موفقیت اول اینه که روس ها تونستن در برخی از مناطق پیشروی داشته باشن و به شدت روی مواضع نیروهای اوکراینی کار کنن با این بمب ها. موفقیت دوم هم اینه که تونستن تلفات هواگردهای خودشون رو کاهش بدن. این تغییر سیاست، یعنی تغییر سیاست بمباران یا همون پشتیبانی های نزدیک جنگنده ها با استفاده از بمب های سقوط آزاد غیر هدایت شونده و تغییر اون به بمب های بالدار هدایت شونده، باعث شده که نیروهای روسی هم بتونن تلفات هواگردهای خودشون رو کم بکنن، هم بتونن با برد این بمب ها از داخل عمق خاک خودی به دور از دسترس سامانهای پدافندی اوکراین اقدام به انجام ماموریت‌های خودشون بکنند. هرچند که روسا برای رسیدن به این تغییر سیاست هزینه سنگینی دادن و در ماهای اولیه جنگ چند ده هواگرد ارزشمند خودشون رو از دست دادن، ولی خب این تغییر به حدی خوب بوده که اونا انقدر امروز راضی هستن که دارن تمام بمب‌های زرادخانه خودشون رو بالدار میکنن و هدایت شونده. این موضوع اهمیت بمب‌های بالدار و بمب‌های هدایت شونده رو به ما نشون میده و باید بگم که این موضوع هر چقدر برای روسای موضوع جدید باشه، برای کشور عزیزمون ایران موضوع جدیدی نیست. کشور عزیزمون ایران از اوایل دهه 90 اقدام به طراحی و ساخت این بمب‌های بالدار هدایت شونده کرده و اولین محصولات اون رو از سال 1394-95 رونمایی کرده. مهمات بالداری که کشورمون تا به حال تولید کرده، یعنی تا به امروز، در سه دسته که از نظر وزن تقسیم بندی میشن جای دارن. دسته اول که ما میخوایم اونها رو معرفی کنیم و نسل اولیه این مهمات محسوب میشن، مهمات های دسته سنگین هستند که در این دسته مهمات های کلاس یاسین جای دارن. بمب های هواپرتاب بالدار کلاس یاسین یک سری از مهمات های هواپرتاب کشورمون محسوب میشن که برای تجهیز هواگرد های مختلف از جمله جنگنده ها و پهپادهای کشورمون به مهمات های بالدار هدایت شونده ماهواره ای
طراحی و ساخته شدن. نمونه اولیه این بمب در سال 1394 و در کلیپ تبلیغاتی وزارت دفاع روی پهپاد کرار دیده شد. اما در سال 1396 در رزمایش نیروی هوایی ارتش خبر از تست بمب یاسین با برد 60 کیلومتری روی جنگنده افافت ایرگارد منتشر شد. اما برای اولین بار در سال 97 این بمب در کنار جنگنده سوخوی 22 در مراسم الحاق اون به نیروی هوافضا دیده شد و رسما برای اولین بار مشخصات اون بیان شد، نوع کارکردش و مسائلی از این قبیل. و از اون روز به بعد در تست ها، تمرینات و رزمایشات این بمب ثابت پای کار بوده. بعد از جنگنده سوخوی 22 و جنگنده F7 نوبت به جنگنده F4 فانتوم رسید که بتونه این بمب رو حمل و پرتاب کنه، که در چندین مقطع از جمله در رزمایشا و حتی در رونمایی پایگاه عقاب 44 روی جنگنده فانتوم هم دیده شده و تست اون هم در رزمایشات رویت شده. بمب یاسین تا به امروز در چند مدل در کشورمون طراحی و ساخته شده که نمونه استاندارد اون که گفتیم از ارتقاء بمب‌های کلاس مارک 82 با استفاده از بال‌های تاشونده میانی و بالک‌های انتهایی و اضافه شدن سیستم‌های کامپیوتری و هدایتی ماهواره‌ای روی اون به دست میاد. اما نمونه های دیگه هم از این بمب که با استفاده از پیشران و یا بالک های بزرگتر و وزن سنگین تری هم طراحی و ساخته شدن در نمایشگاه وزارت دفاع به نمایش در اومدن، از جمله بمب یاسین 400 که برخی منابع برد اون رو 120 تا 200 کیلومتر اعلام کردن و نمونه های دیگه از بمب یاسین که برد اونها 120 الی 100 کیلومتر اعلام شده. این موضوع نشون میده که کشورمون مرتبا مهمات های خانواده یاسین که اولین دسته از مهم های بالدار کشورمون هستن رو در حال توسعه قرار داره و مبنای کار اون هم همون پلتفرم نمونه اولیه است. دسته دوم از مهمات که مهمات های رده متوسط هستن، مهمات های کلاس بالابان محسوب میشن. بمب های خانواده بالابان نسل دوم بمب های بالدار هدایت ماهواره‌ای و هدایت شونده کشورمون محسوب میشن که برای تجهیز هرچه بهتر هواگردهای کشورمون از جمله پهپادها طراحی و ساخته شدن. اگه بخوایم کمی در رابطه با اون صحبت کنیم، با نیم نگاهی به بمب GBU-53 آمریکایی طراحی شده و در اون از سیستم هدایت تلفیقی GPS و اینرسی استفاده شده. برای تقویت هرچه بیشتر این بمب روی اون سیکر نصب شده که مشخص نیست دقیقاً چه مدلی باشه. نسل اولیه این بمب برای حمل و پرتاب از پهپادهای کشورمون طراحی و ساخته شده که مشخصات نسل اولیه اون بدین شرحه: بیش از 20 کیلومتر الی 25 کیلومتر برد داره، وزن این بمب 143 کیلوگرمه که 41 کیلوگرم اون رو ماده منفجره سر جنگی که از نوع H6 یا شدید انفجار تشکیل میده، تا حالا روی پهپادهای چون کرار، کمان 22 و فوتروس نصب و لود اون دیده شده. اما دسته سوم از مهمات بالدار و هدایت شونده کشورم که دسته فوق سبک و سبک محسوب میشن، مهمات های خانواده آرمان هستن. مهمات های خانواده آرمان تا به حال در دو مدل، آرمان 1 و 2، دیده شدن. آرمان 1 با وزن بیشینه 35 کیلوگرم میتونه به برد بیشینه 20 کیلومتری برسه و آرمان 2 هم با وزن بیشینه 40 کیلوگرم میتونه به برد بیشینه 100 کیلومتری برسه. دلیل افزایش برد آرمان 2 استفاده از یک موتور الکتریکی در انتهای بمب که در نقش پیشران برای اون ظاهر میشه. سیستم هدایت هر دو بمب هم میتونه بر اساس سیستم تلفیقی GPS اینرسی باشه و هم میشه روی اونها سیکر نصب کرد. این دو بمب به خاطر وزن کمی که دارن اختصاصاً برای مسلح سازی پهپادهایی طراحی شدن که از نظر وزنی مهمات کمتری رو میتونن حمل کنن و اولین بار در 31 مرداد سال گذشته، یعنی چند ماه پیش، روی پهپاد مهاجر 10 به نمایش در اومدن و در الحاق پهپادی چند ماه گذشته هم الحاق اونها به ارتش روی پهپاد ابابیل 5 کاملا دیده شد. اما در کل اگه بخوایم یک نکته رو به عنوان نکته پایانی ذکر کنیم، میتونیم این رو هم بگیم که ما تا حالا دو مدل مهمات بالدار دیدیم که تا حالا اسمی از اونها برده نشده، رویت نشدن، فقط تصاویر اونها منتشر شده ولی تا حالا رونمای رسمی نداشتن. یک نمونه که بمب بالداری بود که زیر بال جنگنده کوسر در
خط تولید این جنگنده نصب شده بود و یکی هم نوع مهمات‌های بالداری بودند که روی پهپاد کمان 22 نصب شدند. هرچند در نمایشگاه‌های وزارت دفاع هم چندین مدل مهمات بالدار رونمایی نشده مشاهده شد، خبری از اونها به بیرون درج نکرد، ولی این دو مدل که گفتم، یعنی روی کمان 12 و روی جنگنده کوسر، این دو مدل مهماتی بودند که نشان از تست عملیاتی داشتند. خب دوستان عزیز، ما سعی کردیم به شکل هر چقدر خلاصه وار این مهمات رو خیلی ساده و خلاصه خدمتتون معرفی کنیم. سعی کردیم یک مثال خیلی واضح بزنیم و از اون مثال به اهمیت این مهمات ها برسیم و از اهمیت معرفی این مهمات به معرفی نمونه های داخلی اونها بپردازیم. چون که نمیخوایم برنامه زیاد طولانی بشه و عزیزی از طولانی بودن برنامه اذیت بشه، ویژگی های بکارگیری سیستم هدایت، مزایای این بمب ها و کاربرد های اونها رو انشالله در یک برنامه مفصل تر خیلی تخصصی تر با هم صحبت میکنیم. ازتون متشکرم که تا انتها با ما همراه بودید. تا دیداری دیگه، همتون رو به خداوند بزرگ متعال میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.